دنیا پر از احتمالاته. یکی از همین احتمالات اینه که ممکنه دنیاهای موازی وجود داشته باشن و بخشی از زندگی روزمره ما باشن. دانشمندان اولین شواهدی رو برای وجود دنیای موازی پیدا کردن. شاید نشون بده که واقعیت ما با چیزی که فکر می‌کردیم فرق داره. یک فیلم جذابی بود به اسم کوهیرنس. اگر این فیلم رو ندیدید حتما پیشنهاد میکنم تماشاش کنید. یک گروه دوستن که زمانی که یک دنباله‌دار از کنار زمین رد میشه چیزای عجیبی رو تجربه میکنن و انگار اون دنباله‌دار دروازه های دنیاهای دیگر رو باز میکنه. شاید اون فیلم یک توضیح جالب باشه در مورد دنیاهای موازی. این دقیقا همون چیزیه که توی دنیای کوانتومی هم اتفاق میفته. آزمایشات مختلفی هم در موردش هست که حتما شنیدید، مثل گربه شرودینگر که بر اساس مکانیک کوانتومی هستن. آزمایشی که نشون میده ممکنه دنیاهای موازی بیشماری باشن. در تئوری چند جهانی هر حالتی ممکنه در یک دنیای جداگانه اتفاق بیفته و بی نهایت دنیای موازی در یک چند جهانی وجود داشته باشه. بیایم این ایده رو توی زندگی روزمره تصور کنیم. اینطوری میشه که شما صبح با زنگ گوشیتون بیدار میشین. اینجا تصمیم میگیرید که 10 دقیقه دیگه بخوابید یا نه. توی همین دنیا شما تصمیمتون رو گرفتین. گوشیتون رو برای 10 دقیقه دیگه تنظیم میکنید. اما این تئوری میگه که دنیا از اینجا 2 شاخه میشه. توی دنیای موازی دیگه شما تصمیم گرفتید که بلافاصله از خواب بیدار شید و بلند شین و صبحانه بخورین. حالا توی دنیای الف که الان شماست، شما 10 دقیقه دیرتر بیدار میشید. توی دنیای دوم شما زودتر بلند شدین و این زودتر بیدار شدن شما باعث میشه که زنجیره ای از اتفاقات تازه به راه بیفته. زودتر از خونه بیرون میرین، ممکنه به ترافیک نخورین و زودتر به محل کار برسین. حالا رئیس شما کاری رو به شما پیشنهاد میده که اگر 10 دقیقه دیرتر میرفتید به همکارتون پیشنهاد میداد. تمام اینها باعث میشه که دنیای جدیدی شکل بگیره. توی همین مثال مشخص میشه که فقط 10 دقیقه خوابیدن توی یک دنیای موازی میتونه چقدر تأثیر داشته باشه. در واقعیت هم هر تصمیم کوچیک توی زندگی روزمره ما تأثیرات چشمگیری داره. اینجا 2 تا ایده وجود داره. مدل ایورت و تفسیر کوپنهاگ. ایورت اعتقاد داره که به طور همزمان توی جهان الف و ب شما وجود دارید بدون اینکه متوجه باشید و کارهای متفاوتی انجام میدین. از طرف دیگه تفسیر کوپنهاگ از واقعیت کوانتومی به این نتیجه میرسه که فقط واقعیتی که به طور آگاهانه تجربه میکنید محقق میشه، در حالی که بقیه واقعیت‌ها به عنوان احتمالات تعریف نشده در فضای کوانتومی باقی میمونن. این که هر تصمیمی که میگیریم چقدر احتمال داره باعث ایجاد یک دنیای دیگه بشه یا اینکه این انشعابات فقط توی یک سری لحظات کلیدی اتفاق میفتن هنوز جای سواله. اما یکی از مهمترین ایده ها اینه که اصلا دنیای موازی هم هست. این دنیاها کجا هستن؟ آیا میتونیم ببینیمشون یا ازشون باخبر بشیم؟ ایده جالبی هست که میگه ما همین الان توی دنیاهای موازی زندگی میکنیم. چیزی که روی میلیون ها نفر همین الان داره تأثیر میذاره. بهش اثر ماندلا میگن. این ایده باعث شده که خیلی ها این فرضیه رو ایجاد کنن که انسان ها در کنار هم توی دنیاهای دیگه دارن سیر میکنن. مطمئنن شما هم توی یکی از همین پدیده های اثر ماندلا شریکید. اسم اثر ماندلا به خاطر یک پدیده جهانی میاد که توش بخش زیادی از مردم فکر میکنن که نلسون ماندلا توی دهه 1980 تو زندان مرده. در واقع بعد از اون ماندلا آزاد شد و حتی قبل از مرگش تو سال 2013 رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم شد. اما میلیون ها نفر فکر میکنن که نلسون ماندلا تو دهه 80 مرد و به یاد میارن که چطور هم کشته شده. تو کل دنیا صدها مدل از اثر ماندلا وجود داره. یکی از مدل های جغرافیایی معروفش موقعیت نیوزلنده. بعضیا فکر میکنن این جزیره شمال یا جنوب استرالیا قرار داره. بعضی ها یادشون میاد که شمال شرقی استرالیا است. در واقع نیوزلند در جنوب شرقی استرالیا است. این ایده اینطور مطرح میشه که بعضی ها میگن توی یک دنیای موازی برای یک سری افراد نیوزلند در شمال استرالیا است
برای یک عده در جنوب استرالیا است و به همین ترتیب. حالا دنیای این پدیده‌های عجیب و اثر ماندلا و اینا رو ول کنیم. بریم سراغ این که چه شواهد ملموسی برای وجود چند جهانی وجود داره. به نظر غیر قابل باور میاد که هر تصمیمی که ما بگیریم روی دنیاهای موازی انشعاب ایجاد کنه. اما اخترفیزیک مدت هاست که ثابت کرده جهانهای دیگه‌ای میتونن وجود داشته باشن. محققان توی فضا شواهدی رو برای این موضوع پیدا کردن. این جهانهای دیگه لزوماً نباید دنیای موازی باشن. چند جهانی میتونه منشأ مختلفی از جهانها باشه. بعضی از اونها شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به دنیایی که توی زندگی میکنیم دارن. مثلا جهانهایی که پشت سر هم یا کنار هم ایجاد شدن. یک محقق بریتانیایی به نام راجر پنروز یک مقاله ارائه کرده و میگه بر اساس اون جهان ما چرخه‌ایه و از یک جهان اولیه به وجود اومده. پنروز کار خودش رو بر اساس مطالعه زمینه مایکروویو کیهانی بنا کرده. این قدیمی ترین تشعشع الکترومغناطیسیه که بعد از بیگ بنگ به وجود اومده. اولین شواهد از بیگ بنگ و جهانی که شکل گرفت. پنروز و تیمش نوعی فرضیه ارائه کردند که بر اساس ریاضی جهانی رو قبل از جهان ما تفسیر میکنه. اینکه میتونسته جهانی تموم شده باشه و جهان ما شکل گرفته باشه. مثلا یک ویدیو ساختیم در مورد اینکه تلسکوپ فضایی جیمز وب سیاه چاله هایی رو پیدا کرده که اونقدر قدیمی هن که شاید پیش از بیگ بنگ وجود داشتن. در موردشون ویدیوهای مفصلی ساختیم. کهکشان هایی که ابتدای کیهان شکل گرفتن و توضیح دقیقی واسه شون وجود نداره که چطور تونستن سن کمی داشته باشن. ممکنه سن کیهان بیشتر باشه. این مشاهدات جدید جیمز وب این ایده رو به وجود میاره که احتمالاً بیگ بنگ چند تا جهان رو به وجود آورده. اختر فیزیکدان دیگه‌ای به نام لورا مرسینی هوتون که متخصصی توی زمینه فیزیک نظری و تحقیقات چند جهانیه. او هم مقاله دیگه‌ای رو منتشر کرده که خبر از وجود بعدهای دیگه رو در ساختار کیهانمون نشون میده. این دانشمند معتقد جهان ما به تنهایی نمیتونه وجود داشته باشه، بلکه بخشی از یک چند جهانی خیلی بزرگتره. مجموعه‌ای بی نهایت بزرگ و بی نهایت جهان که کنار هم، روی هم یا داخل هم وجود دارن. این جهان‌ها مثل حباب‌هایی توی فضا معلق نیستن. میتونن با هم تعامل داشته باشن و انگار ابعاد و دنیاهای دیگه توی دنیای ما گیر کرده باشه. اینطوری دنیاهای موازی هم میتونه توی دنیای ما شکل بگیره. در اصل دنیای موازی توی این تعریف میشه رفتن به اون دنیای دیگه که توی جهان ما گیر کرده. به هر حال این تئوری‌های جدید همچنان مثل بقیه تئوری‌هایی که در مورد دنیاهای موازی مطرح میشن صرفاً حدس و گمانن، اما ایده های جالبی هن که باعث میشه به دنیای خودمون فکر کنیم. کیهان به این بزرگی شاید چیزهایی رو در خودش جای داده که مربوط به جهان ما نباشه و مال جهانهای موازیه. تا شاید ماده تاریک، انرژی تاریک، هر کدوم جهان دیگه ای باشن که از تلاقی با جهان ما شکل گرفتن. به هر حال قشنگی کیهان به همین ایده هاست. چیزایی که باعث میشه ما رو به فکر فرو ببره و بگیم چقدر در مورد این دنیا کم میدونیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدئوی بعد.